كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزیز، علاقه مندان آموزش تجوید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس ما در بحث صفات بود که امروز هم انشاءالله صفت انحراف بیان می شود. انحراف در لغت میلان را گوید. انحراف در لغت مایل شدن یا هم میلان را گوید. در اصطلاح انحراف میلان حرف را است به طرف مخرج حرف لام و میلان حرف لام است به طرف مخرج حرف را، یعنی انحراف در لغت میلان را گوید و در اصطلاح میلان شدن حرف را است به طرف مخرج حرف لام و میلان شدن حرف لام است به طرف مخرج حرف را، یعنی وقتی که حرف را ادا می شود حرف را مایل می باشد به طرف مخرج حرف لام و وقتی که حرف لام ادا می شود حرف لام مایل می باشد طرف مخرج حرف را. و حروف انحراف فقط همین دو حروف است، لام را. باز هم تکرار می کنم که انحراف در لغت مایل شدن میلان را گوید. در اصطلاح میلان حرف را است به طرف مخرج حرف لام و میلان حرف لام است به طرف مخرج حرف را، یعنی وقتی که حرف را ادا می شود حرف را مایل می باشد به طرف مخرج حرف لام و وقتی که حرف لام ادا می شود حرف لام مایل می باشد به طرف مخرج حرف را. و این صفت انحراف فقط در همین دو حروف است که لام و را می باشد. اما یک چیز است که این دو صفات که بیان شد، صفت لین و صفت انحراف، صفت لین و صفت انحراف صفات غیر واضح الادراک است. قرآن را غیر واضح الادراک می گوید، یعنی که درک اینها غیر واضح است، اثرشان بسیار ضعیف و کم می باشد در حروف. از همین خاطر بعضی قرا این دو صفات را هیچ در صفات لازمه شمار نمی کند. آنها می گوید که اثر این دو صفات در حروف بسیار ضعیف و کم می باشد. پس این بود درس امروزی ما که صفت انحراف بود. انشاءالله که در درس آینده صفت تکریر بیان می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.